آمار جانگداز قربانیان کرونا در 298 شهر بیش از 35300 نفر است. اپیدمی در نه استان در حال سود است. شورای عالی امنیت و وزارت بهداشت دستور می دهند استانها آمار اعلام نکنند. در بحبوهی کرونا فاشیسم دینی حاکم بر ایران به جای کمک به مردم قیمت نان را افزایش می دهد. خانم رجوی این شروع دور جدیدی از افسایش فشارهای سنگین و کمرشکن به مردم محروم در ایران مبتلا به آخوند و کرونا است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز شنبه ششم اردیبهشت 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جنباختگان باختگان فاجعه کرونا در 298 شهر ایران از 35300 نفر بیشتر شده است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 1140 نفر در البرز به 1225 نفر در اردبیل به 640 نفر در بوشهر به 348 نفر در خوزستان به 1640 نفر در سمنان به 630 نفر در سیستان و بلوچستان به 710 نفر در قم به 3140 نفر در کوکیلویه و بویرحمد به 230 نفر در لرستان به 805 نفر و در مازندران به 2250 نفر رسیده است آمار سایر استان ها به این ارقام افسوده می شود به رغم آمار و ارقام دروغین حکومتی کارشناسان و کارگزاران رژیم یکی پس از دیگری از آمار دروغ پرده بر می دارند و نسبت به تصمیمات حکومتی در مورد فرستادن مردم به سر کار هشدار میدهند. سایت حکومتی همشهری امروز نوشت به گزارش رسمی کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابل با کرونا وضعیت سعودی در دست کم نه استان دیده می شود. بر اساس این گزارش که به تازگی منتشر و با آمار تا سوم اردیبهشت تحلیل شده است، نه استان قوم، مرکزی، ایلام، اردبیل، گیلان، گلستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد رحمت و خوزستان روند سعودی ابتلا به ویروس کرونا و مرگ بر اثر آن را تجربه کردند. شب گذشته زالی رئیس ستاد کرونا در تهران گفت تعداد بیماران جدید در تهران رو به افزایش است. متاسفانه بازگشایی پارکها پیام نادرستی به مردم داد به گونه ای که تصور کردند شرایط اپیدمی در تهران تغییر کرده است. فراگیری این بیماری در تهران به مرحله خاموشی یا افول نرسیده است. روز گذشته 247 مورد ابتلا و بستری جدید در تهران داشتیم و 68 نفر به صورت مستقیم در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند. قربانی نماینده وزیر بهداشت در گیلان گفت احتمال موج دوم شیوع این بیماری در استان بیش از پیش احساس می شود. از تاریخ 31 فروردین بر اساس ستاد کرونا مرکزی کشور با محوریت رئیس جمهور که ورودی استانها باز بشود این یک اشتباه استراتژیک برای عامه مردم بود همین امر باعث شده که ما در دو محور پیک مبتلایان را داشته باشیم در مدخل ورودی استانها از مسیر رودسر آستارا و لوشان در عرض سی فروردین و اول اردیبهشت بالغ بر حدود 700 نفر مبتلایان گیلان بیشتر شدند کماف سابق ما متوجه بحران هستیم. حجم عظیم ورودی ها احساس خستگی را در تیم درمان به وجود می آورد. یار محمدی نماینده مجلس ارتجا از زاهدان گفت با توجه به اینکه مردم سیستان و بلوچستان حدود 74 درصد زیر خط فقر امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند اغلب به صورت روزانه فعالیت می کنند و روزمزد هستند. پس از اینکه مجوز شروع به کار و فعالیت از سوی دولت داده شد آمار مبتلایان سعودی شد و همین موضوع موجب نگرانی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شد اگر دولت برای حمایت از افرادی که شغل ثابتی در سیستان و بلوچستان ندارند تمهیداتی میاندیشید ما امروز شاهد ابتلای مردم به کرونا نبودیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت من هرگز نمیگویم که استان خراسان رضوی و شهر مشهد از وضعیت قرمز خارج شده است وضعیت قرمز است و باید انتظار وقوع فاجعه را داشت باید برای بدترین شرایط آماده باشیم در همین حال دکتر یونسیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمار واقعی را بیست برابر آمار رسمی خواند و گفت به شکل سیستماتیک آمارها بسیار کمتر از واقعیت موجود است. تست مورد استفاده حساسیت بالایی ندارد و فقط نیمی از موارد را گزارش می کند. همچنین از نیمی از افراد بستری شده تست گرفته می شود و اگر بپذیریم که فقط 20 درصد موارد بستری می شود و فقط از نصف آنها تست گرفته می شود، و فقط نیمی از این تست ها مثبت است می توان گفت آمار واقعی حدودا 20 برابر آن چیزی است که گزارش می شود نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لورستان نیز در مورد ندادن آمار در هر استان گفت شورای عالی امنیت ملی و حراست وزارت بهداشت و اینها اعلام کردند آمار ندهید کلا ما تو کشورمان دستور از بالا به پایین هست ما معمور هستیم و معذور در همین حال ابراز وحشت از شورش گرسنگان در درون رژیم ادامه دارد. روزنامه حکومتی آفتاب یزد امروز نوشت این حراس وجود دارد که در پسا کرونا بحران اجتماعی عمیقی که در حال حاضر وجود دارد عمیقتر شود. مگر پول پخش کردن یک میلیونی دولت تا کجا می ادامه پیدا کند؟ راه حل پول پخش کردن نیست مسئله این است که کسب و کارهای آسیب دیده و اقشار فقیری که بیکار هستند و تورمی که رو به افسایش است و رکودی که اساسا ایجاد شده است یک فروپاشی اجتماعی را میتواند به همراه داشته باشد این را با نارضایتی ها و اعتراضات اخیر جمع ببندید و اوج ماجرا را نگاه کنید در بحبوحه شیوع کرونا رژیم ضد بشری آخوندی نه تنها کمکی به مردم نمی کند بلکه در استانهای مختلف شروع به گران کردن قیمت نان کرده است. به گزارش رسانه حکومتی در خوزستان قیمت نان 50 درصد بالا رفته است. خانم رجوی گفت این شروع دور جدیدی از افسایش فشارهای سنگین و کمرشکن به مردم محروم در ایران مبتلا به آخوند و کرونا است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ششم اردیبهشت ۱۳۹۹ اعدام جنایتکارانه ده زندانی دیگر در اصفهان، شیراز، تبریز، خلخال، سنندج و زاهدان اعدام یک زندانی سیاسی در زندان زاهدان اعدام یک زندانی مبتلا به کرونا در زندان تبریز رژیم ضد بشری آخوندی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ده زندانی از جمله یک زندانی سیاسی را در زندانهای اسفهان تبریز خلخال سنندج شیراز و زاهدان اعدام کرد سه تن از این زندانیان روز چهارشنبه در زندان اصفهان اعدام شدند در سنندج نیز سه زندانی اعدام شدند در زندان زایدان عبدالواسط دهانی زندانی سیاسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه اعدام شد در تبریز یک زندانی به نام شهرام بایگان که به کرونا مبتلا شده بود توسط دشخیمان خامنه ای اعدام شد خانم مریم رجوی روز جمعه مردی به ماه گفت ارتکاب چنین جنایاتی آن هم در آسانی ماه رمضان که مسلمانان به عنوان ماه بخشایش و رحمت به آن احترام میگذارند مبین درماندگی و وحشت رژیمی است که برای کنترل جامعه انفجاری راهی جز سرکوب و قهر نمی رژیم گمان میکند با وحشیگری بی حد و حصر راه خیزش های بنیانکن را می بندد. اما این بر ظرفیت انفجاری جامعه می افساید. خانم رجوی بار دیگر تاکید کرد شورای امنیت ملل متحد باید رژیم را وادار به آزاد کردن زندانیان کند.